بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دوستای نهایت عزیز، باز هم با سپری نمودن یک روز خدمت شما عزیزان قرار گرفتیم و امروز در ارتباط به توبه و استغفار صحبت میکنیم. یعنی پیام امروزی ما در ارتباط به توبه و استغفار خواهد بود و امید میبریم که همه ما در این ماه مبارک رمضان در ارتباط به ای که ما خود چگونه تزکیه بکنیم و از گناهایی که من حیث انسان هر کس ممکن گناهی را مرتکب شود راه و چاره ای نیست، ولی خداوند چه یک ذات مهربانی است که برای ما با وجود از اینکه میفهمتی بنده گناهگار شاید اشتباهی از پیشش سر بزنه، ولی راهی است که ما خود از او تبریه بکنیم و نجات بتیم، از او گناه پاک شویم. او راهش توبه و استغفار است و خداوند گفته که هر گاه میخوایی به طرف ما بیا و استغفار طلب کو، ما هستم بخشش کننده. بنان جناب استاد اسدالله سعید امروز باز هم مهمان برنامه ما خواهد بود و در ارتباط به توبه و استغفار موضوعات بیشتری را صحبت خواهد کردیم با همراهشان. جناب استاد به برنامه خوش آمدین. بسیار تشکر، زنده باشین. سلامت باشین. در ارتباط به توبه، چون ماه مبارک رمضان است، اگرچه توبه و استغفار هیچ وقت یک زمان و حد مشخصی را نداره که ما در فلانی وقت توبه بکنیم در فلانی وقت نی، ولی چون در ماه مبارک رمضان زیادتر انسان تقوا و پرهیزگاری را زیادتر پیشه میکنه و راه های رحمت بیشتر است در این ماه مبارک رمضان، اگر در ارتباط به توبه و استغفار بگویید که چه معنا دارد و جایگاه توبه و استغفار در تعالیم دین مبین اسلام اگر به ما و بیننده ها بیان بکنید خیلی خوب خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار تشکر جناب مرادی صاحب، حلول ماه مبارک رمضان را به شما و کافه ملت مسلمان خود تبریک عرض می کنم. خداوند متعال به همه ما شما توفیق نصیب بکنه تا بتونیم پاک و طاهر از امی ماه انشالله موفقانه به در بیاییم و توانسته باشیم استفاده معنوی خود را از این ماه کرده باشیم. برمیگردیم به مسئله که شما پرسان کردین در مورد توبه. توبه اصلا امو رجوع است، بازگشت است و برگشت است به طرف الله متعال. یعنی ما اگر گناه کرده باشیم، اگر اشتباه و خطا و جرم را مرتکب کرده باشیم، یک دروازه را خداوند متعال باز گذاشته تا ما بتوانیم دوباره بازگشت بکنیم. بله. و رجوع بکنیم از اعمال زشتی را که انجام دادیم. و آن چیزی که بسیار جالب است، تعریفی را که از توبه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که امام و معلم ما است، تعریفی را که ایشان بیان میکنه ای است که التوبه تو الندم. یعنی توبه به معنای پشیمانی هست. اگر یک خطا و اشتباهی از ما سر زده، ما باید برگردیم. بله. استغفار بکنیم، توبه بکنیم، رجوع بکنیم و بازگشت بکنیم به طرف الله متعال. یکی از عرفا و اولیای خدا یک سخن بسیار جالبی داره، اوی است که عوام به خاطر گناه توبه میکنه، به خاطر کثرت گناهی که از پیش اونها سر زده. بله. اما خواص بنده های زبده و بسیار خوب خداوند کسایی هستند که از سستی در عبادت و از سستی در طاعت توبه میکنه و برمیگردن به طرف الله متعال. ماه مبارک رمضان بهترین فرصت است ای که ما برگردیم به طرف خداوند. بله. رجوع بکنیم، رابطه خود را با خداوند متعال احیا بکنیم و خوب بسازیم. بله. در مورد اهمیت توبه در تعالیم دین مبین اسلام، ما فکر میکنم بارسترین نقطه ای است که توبه امر خدا هست. بله. باید توبه بکنیم. بعض دوستان میگه چرا توبه بکنم، چرا رجوع بکنم، یا چرا ما استغفار بگویم، ما گناهی را نکردیم. حالان که حتما ما گناهی را کردیم، شاید ما متوجه نشده باشیم. درست است اگر گناه کبیری را مرتکب نشدیم، ولی شاید گناه صغیری از ما سر زده باشه. حتی اگر گناه صغیره هم از ما سر نزده باشه، ای که ما نمیتونیم عبادت خود را و شکر خدا را طوری که حقش است ادا بکنیم، باز هم باید توبه بکنیم. نه. باز هم باید استغفار بکنیم و رجوع بکنیم به طرف الله متعال. نه. خداوند متعال امر میکنه که و توبو الی الله توبه نصوحه، شما توبه بکنید، برگردین به طرف خداوند. نه. چی رقم برگردیم، چی رقم رجوع بکنیم، کدام توبه را بکنیم؟ توبه نصوحه. بله. توبه نصوح را بکنیم. پیرامون توبه نصوح بعدا اشاره خود کردیم. بله. فعلا همین قدر باید اکتفا بکنیم که امر خداوند است که باید ما بازگشت بکنیم. بله. و
توبه نکردن، رجوع نکردن به طرف دروازه خداوند، این در حقیقت سرپیچی از امر خداوند است. در جای دیگر الله متعال جماعت مسلمان ها و مؤمنان را امر میکنه که و توبو الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. شما جمعی، شما به صورت گروهی دست جمعی به طرف الله متعال توبه بکنید، رجوع بکنید. خب چرا این کار را بکنید؟ چرا؟ لعلکم تفلحون. جناب مرادی صاحب، من فکر میکنم شاید یکی از رازهایی که ما بتانیم امی جامعه خود را، جامعه افغانی را به طرف فلاح، به طرف رستگاری و کامیابی برسانیم، جمعی باید یک توبه و بازگشت به طرف الله بکنیم. یقینا. کل ما مرتکب هستیم. خداوند حالت و وضعیت ما را تغییر نمیده تا زمانی که ما به صورت دست جمعی و گروهی به طرف الله برگردیم و رجوع بکنیم. و نقطه خطرناک این است که و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. کسی که توبه نکنه، ای حرف خداوند است، کسی که رجوع نکنه او در حقیقت ظلم کرده، او یک کسی ستمگر و ظالمی هست. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که والله انی لاستغفر الله و اتوب الیه فی اليوم اکثر من 70 مره، در جای 1000 مره آمد. ما در یک روز بیشتر از 100 بار یا 70 بار به طرف الله برمیگردم. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم که گناهی را مرتکب نشده، علیاذ بالله، او خو معصوم است، خطا نمیکنه، ولی به نحوی میخواهد تا ما را، امتیای خود را، اصحاب خود را گوشزد بکنه که توبه یک اهمیت خیلی خاص داره. توبه اساس تغییر است. ما و شما وقتی که کتاب های سلک را، اخلاق را و معنویت را و عرفان را در تعالیم دین مبین اسلام میخوانیم، اکثر عرفا و اکثر دانشمندانی که در سلک و اخلاق نوشته کردن، باب اول را گذاشتن باب توبه. چون اگر قرار است که ما ارتباط خود را با الله متعال قائم بسازیم، برقرار بکنیم، هیچ علاجی نداره جز ای که ما باید یک پشیمانی بکنیم، از گذشته ای که داشتیم باید یک تغییر بیاریم، یک تحول در زندگی خود بیاریم و رابطه خود را با الله متعال محکم بکنیم. و امی است که یکی از عرفا دعا میکنه اللهم اینی اسألک شهوت التوبه. خدایا ما شهوت توبه را از تو میخوایم، مرا با شهوت توبه مبتلا بکن. ببینین شهوت توبه این غریزه توبه که همیشه توبه بکنم، همیشه توبه بکنم. این دعا هم برگرفته شده از یک امر قرآنی است که میفرماید ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خداوند توابین را دوست داره. ببینین تائبین نگفته. تائبین هم توبه کنندگان است. توابین هم، توابین به این معنا که خیلی مبالغه در توبه میکنه. خیلی کلمه زیبایی هست واقعا. کلمه صیغه مبالغه استفاده شده که یک انسان بار بار باید توبه بکنه. خداوند همه ما و شما را توفیق نصیب بکنه تا بتانیم در هر وقت و زمانی را که ما وقت پیدا بکنیم و رجوع بکنیم به طرف پروردگار و خداوند دربارش خیلی بزرگ است از او چیزی که ما فکر میکنیم. یک وقفه دوباره برمیگردیم. باز هم برگشتیم. بیننده های نهایت گرامی، برنامه پیام رمضان هست و امروز هم استاد اسدالله سعید به همراه من مهمان برنامه هستند. جناب استاد، موضوعات خیلی جالب و در آخرین کلمه ای را که شما استفاده کردید از آیات قرآن عظیم الشان که ان الله یحب التوابین، توابین کسی را گفته می شود که بار بار مراجعه بکنه و به طرف خداوند و طلب مغفرت بکنه. پیامبر علیه السلام که در روزی از 100 بار بیشتر یا یکی از 70 بار بیشتر توبه می کرده، ماها خو باید گفته کدام گفته شما که گفتین که امو شهوت توبه، یعنی که غریزه توبه در وجود انسان باید پیدا شود و ما باید او را پیدا بکنیم. بسیار زیاد تشکر از کلماتی که استفاده کردید. در ارتباط به کسایی که در عصر پیامبر علیه السلام مرتکب گناه شده باشند و نمونه های در او وقت زمان امی گناه انجام شده باشه و دوباره رجوع کرده باشه به پیامبر علیه السلام، نمونه های اگر باشه
برای ما و بیننده گفته شود. بسیار خوب. نقطه خیلی مهمی دیگری از جناب مرادی صاحب. معمولا در تعالیم اسلام وقتی که ما میبینیم قرآن کریم بعضی قصه ها داره، پیامبر علیه السلام بعضی تمثیل ها را در احادیث خود اشاره کرده، خب خوبیش ای است که چنین چیزها ذهن نشین میشه. اگر پیامبر علیه السلام گاهی قصه ای را میکنه، حکایتی از اقوام گذشته را میکنه، یا اگر قرآن کریم میگه لقد کان فی قصصهم عبره لاولی الالباب، یعنی عبرت هست، ما هم اگر بخوانیم مطالعه بکنیم سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و تاریخ اصحاب را، جز انبیا و جز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کسی دیگری معصوم نیست. ما انسان هستیم، اشتباه میکنیم، گاهی اشتباه ما بسیار جدی میباشه و گاهی اشتباه ما کوچک میباشه، اندک میباشه، اما مهم این است که رجوع بکنیم. معمولا عرفا وقتی که باب توبه را باز میکنه، یک قصه بسیار مشهوری که در این زمینه وجود داره، قصه کعب بن مالک رضی الله عنه است. این صحابی جلیل قدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است و امام نووی در کتاب ریاض الصالحین هم وقتی که باب توبه را در اونجا احادیث را در باب توبه ذکر میکنه، یک مکان بسیار فربه و مهمی هم به داستان توبه کعب بن مالک رضی الله عنه است که اصحاب و صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بله. در اونجا وقتی که پیامبر علیه السلام تصمیم میگیره که باید بروند به طرف غزوه تبوک، در غزوه تبوک مسلمان ها را میگن که شما چون آخرین غزوه پیامبر علیه السلام است، آمادگی تان را بگیرین که ما حرکت میکنیم به طرف تبوک. خب اصحاب حرکت میکنه، اما کعب بن مالک وقتی که میبینه یک کمی امی درختان هم پرثمر شده، سایه هم افگنده، میگه برو پیامبر علیه السلام که حرکت کرد مس پشتشان میایم. بله. خب یک روز گذشت، امی تو حرکت نکرد و بالاخره به اصطلاح مشما کمی کسالت و تنبلی کرد، نتونست که بلشکر پیامبر علیه السلام با پیوانده. حالا که پیامبر علیه السلام امر کرده بود که کل اصحاب باید خارج شوند از خانه های خود و برن به طرف تبوک، وقتی که پیامبر علیه السلام به تبوک میرسه، میبینه که کعب وجود نداره. میگه کعب کجاست؟ یکی از افراد میگه که یا رسول الله، ردایش و این طرف و او طرف نگاه کردنش ایره از این منع کرد که با ما بیاید. یک اشاره از به طرف تکبر، به این معنی که تکبر ورزید و با ما نیامد. معاذ بن جبل رضی الله عنه مداخله میکنه و میگه که والله یا رسول الله، ما جز خوبی هیچ چیزی را از کعب ندیدیم. بله. شاید عذری برش پیش آمده باشه. به هر صورتش غزوه تبوک خلاص میشه، پیامبر علیه السلام دوباره به طرف مدینه منوره میایه. در اونجا منافقین دیگه که نرفته بودن، اونها هیچ عذری را نداشتن. بله. و هر کس میخواست که یک دروغ بگه که از این خاطر بنابر اینی علت من رفته نتانستم. کعب بن مالک رضی الله عنه میگه که یک دفعه تو شیطان وسوسه کرد که ما هم یک عذری را بگویم، اما گفتم نه، والله به پیامبر ما راست میگم. بله. اشتباه کردیم، خطا کردیم، گناه کردیم، امر پیامبر را ما لبیک نگفتیم. بله. ولی راه حل ای است که باید صادقانه اقرار بکنم با پیامبر علیه السلام برم که اینی کار بود. پیامبر علیه السلام به مسجد نبوی میایه و کعب برش میگه که یا رسول الله، ما میخواستم که بیایم، اما امی درختان خرما میوهش نو رسیده بود، سایه هم افکنده بود، خلاصه تنبلی باعث شد که من همراه. بله. تو در اونجا سفر نکنم. پیامبر علیه السلام میگه که تو دور برو تا زمان که حکم خدا در برابر تو نازل شوه. که فرمان خدا چی هست؟ خب کعب بن مالک تنها نبود، یک دو صحابی دیگر به نام مراره بن ربی و هلال بن امیه هم از جمله منافقین نبودن، از جمله اصحاب بودن، اما نرفته بودن. پیامبر امر میکنه علیه السلام به صحابه که با اینها شما صحبت نکنید. کعب بن مالک دیگه کسی است که امراش صحبت نمیشه، حتی بچه کاکاش که نزدیکترین دوستش است. بله. او هم دیگه امراش صحبت نمیکنه. قصه خیلی دوربدراز هست، اگر من مشخص. بله. و فشردش بسازم، خلاصه به این نقطه میرسیم که اینها زیاد طول میکشه. یه توبه میکنه و پیامبر علیه السلام میگه منتظر بشینید که حکم خدا در برابر شما چیست، یا توبه هم کرده میره. ماز حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه میگه که به حد رسیدم که می زمین مرا دیگه جای نمیداد. و امی تشبیه را قرآن کریم هم استفاده میکنه وقتی که آیات توبه اینها نازل میشه. زمین میگه ما را بالاخره جای نمیداد، تا که به غالبا شب چهلم رسید که امی چهلم تال حکم خدا نازل نشده، ولی غسان پیام رسان را به ما روان کرد و گفت که شنیدیم که دوستت
با تو یعنی ناجوانی کرده، بله. تو را تنها گذاشته، بیا به طرف ما که ما به طرف به خودت امکانات را فراهم بکنیم. اینجاست که سعد بن مالک میگه، کعب بن مالک رضی الله عنه میگه، یعنی ما به این وضعیت رسیدیم که دشمن پیامبر هم ما را فکر کرده، ما از پیامبر فاصله گرفتیم، بله. یعنی به این حد ما انسان خراب شدیم. نامه را به تنور میندازه، او را در میته و بالاخره به یک مدت میرسه که پیامبر علیه السلام به خانم ها اینا هم امر میکنه که از اینا فاصله بگیرین. کعب بن مالک میای پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و میگه یا رسول الله، آیا مراد این است که طلاق بدیم؟ گفت نه، طلاق نتین، از اینا دور باشین. از خانم های خودم فاصله میگیره. یعنی اشتباه را که اینها مرتکب شده بودند، گناه را که مرتکب شده بودند، دیگه زمین یارا جای نمیداد. کعب بن مالک میگه که در یکی از روزها به بام خانه خود رفتم و بیخی یک احساس عجیبی را من میکردم، احساس تنهایی طبعا، و توبه میکردم، استغفار میکردم، خدای مرا ببخش، طلب مغفرت میکرد از الله متعال. اینجا بود که یک کسی از دور میایه مژده میرسانم که ای کعب مبارک باشه، مژده باد بر تو، نوید باد بر تو، بله. ای یک کمی شک میکنه، صدا را که میشنوه پیام رسان که برش نزدیک میشه که توبه تو را خداوند قبول کرده. و کعب بن مالک رضی الله عنه به حد در خوشی میگنجه که میگه امیر ردای ما هم بگی، بله، به خودت باشه که خداوند توبه ما را قبول کرد، خداوند استغفار ما را قبول کرد. و بعد از او میگه که بهترین کار زندگی ما می بود که با پیامبر صادقانه اقرار کردم، من صادقانه برش گفتم که من عذر دیگری نداشتم جز امی تنبلی که بود، بله. خب این درسی را که با مامیت مرادی صاحب امی است که توبه یک اصلش ای است قبول بکنیم ما اشتباه کردیم، بله. دروغ نگوییم، نه با خود دروغ بگوییم و خداوند که ما را میبینه میفهمم. اقرار بکنیم صادقانه. امو یک شاعر هم بسیار سخن جالبی داره، می که بازا بازا هر آنچه هستی، بازا گر کافر و گبر و بت پرستی، بازا این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. مولانا. درگاه خداوند یک درگاه عظیم است، پر از رحمت است و پر از لطف و عنایت است. برگردیم به خداوند، صادقانه برگردیم و درسی که از داستان کعب بن مالک میگیریم همی است که باید راست بوده باشیم. این یک شرط توبه هست، صادق هم با خود باشیم و هم با پروردگار خود. زمانی که ما اشتباهی را میکنیم، یکی از مشکلاتی را که در جامعه ما و شاید در جوامع دیگه هم همی یک مشکل باشد که مرتکب یک گناه و اشتباهی که میشیم قبول نمیکنیم که امیر ما اشتباه را انجام دادیم. اگر ما قبول بکنیم که اشتباه را انجام دادیم کار آسان میشه، اگر نه به خاطر جبران از این اشتباه اشتباهات دیگر را پی در پی ما انجام میتیم. خداوند همه ما شما را باز هم هدایت نصیب بکنه، که ما امو گناه خود را قبول بکنیم، کار آسان میشه. یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم. دوستان عزیز، باز هم خوش آمدید. برنامه پیام رمضان هست و امروز ما در ارتباط به توبه و استغفار صحبت میکردیم با استاد اسدالله سعید. یقینا که نقش توبه در ای که انسان خود پاک بکنه خیلی تاثیر و تاثیرگذار خواهد بود. ما توبه بکنیم، رجوع بکنیم و خود تزکیه بکنیم از تمام گناهاری که انجام میتیم. یکی از مشکلات جناب استادی است که کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه در زمان پیامبر علیه السلام زندگی میکردن و اشتباهی را هم که مرتکب شدن رفتن پیش پیامبر علیه السلام، چون پیامبر علیه السلام در نزدشان بود و چگونگی کار خود پرسان میکردن. در این وقت و زمان چطور آدم بفهمه که این توبه ما قبول شده و این که توبه کردن چه شرایطی را داره؟ این هم یک نقطه بسیار مهمی است استاد مرادی گرامی. ما وقتی که توبه میکنیم و پشیمان هستیم از کرده خود، خب یا گناه بوده یا سستی در اطاعت بوده، بله. نخستین چیزی که بسیار مهم است و علمای تزکیه بیان میکنه او پشیمانی هست، بله. اگر گناهی کردیم احساس ندامت و پشیمانی بکنیم، بله.
تعبیر و تعریفی را که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از توبه داشت. در اول گفتیم که التوبه تو الندم، توبه به معنای پشیمانی هست. در اولین قدم اعال ما با خود قیاس بکنیم کدام گناه ها را مرتکب شدیم، آیا ما صله رحم را به جا آوردیم، آیا ما نماز را درست خواندیم، آیا ما غیبت را ترک کردیم، یا ما نمازهای ما با جماعت هست، یا مثلا در زندگی مردم تجسس کردیم، خلاصه کدام گناهایی بوده که از ما سر زده و کدام طاعتهایی بوده که ما او را درست انجام ندادیم. پس نخستین نقطه که مهم است این است که اگر اشتباهی را که ما میبینیم باید احساس ندامت بکنیم، پشیمانی بکنیم. در اطاعت الله متعال ضعیف هستیم، باید پشیمان باشیم. گناهی را مرتکب شدیم، باید پشیمان شویم. اولین نقطه پشیمانی هست. دومین شرط مهمی را که توبه داره این است که دست از او دیگه برداریم، قطع بکنیم. اگر گناه را همیشه مرتکب میشیم تنها پشیمانی هم گاهی نمیشه، بعضی ها پشیمانی میکنه اما دست را بر نمیداره، دوباره میره به اون طرف. باید به مجرد از اینکه احساس پشیمانی کردیم باید از او دست برداریم و من بعد مرتکب این گناه نشویم. و سیومین شرط بسیار مهمی که توبه داره این است که با خود تعهد بکنیم در آینده هیچ وقت مرتکب چنین خطا و گناه ما نمیشیم. درگاه خداوند برای توبه باز هست. تا زمانی که یا امو نفس ما به این نقطه نرسیده باشه یا قیامت کبرا امو علائمش ظاهر نشده باشه، دروازه توبه به طرف همه باز هست. این شرایط. خب آل چی گونه بفهمیم؟ یک موضوعی را که واقعا در خانواده ها بسیار مهم است، من فکر میکنم که بعضی اوقات برادر با برادر به یک گفتگو آیایی که کدام نسازایی میگن، خانم با شوهر، شوهر با خانم یک چیزی را میگن که خلاف میل از او میباشد، حتما یک کلمه ببخشی و آیایی که معذرت خواهی میتوند تمام اشتباهاتی را که انسان انجام بده جبران بکنه. خیلی موضوع جالب بود. بله مرادی صاحب، بله. شما هم نقطه خیلی جالبی را اشاره کردین. وقتی ما در باب شکر مثلا میبینیم الله متعال میفرماید، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث دارن واضحا میفرماید که کسی که از خدا و از بنده از مخلوق شکرگزاری نکنه او در حقیقت شکرگزاری خالق را هم نکرده. حال ما شما در باب توبه هم امی رقم است، یک انسان در حق ما لطف کرده، مرحمت کرده و انسان خیلی کریم و جوادی بوده، باید از این سپاسگزاری بکنیم. و اگر بالعکس اشتباهی، خطای در حق از او مرتکب شدیم باید ازش معذرت بخوایم. اینجاست که ما را به یاد یک آیت بسیار مهمی دیگری هم میبره، این است که الله متعال به یکی از انواع نفس قسم یاد میخوره. ولا اقسم بالنفس اللوامه، خداوند به نفس لوامه، بله، به نفسی که ملامتگر است قسم میخوره، سوگند یاد. نفس ملامتگر کدام است؟ نفسی که خطا میکنه، اشتباه میکنه، خود را ملامت میکنه. به این معنا که خود امی ملامت کردن خود در نفس خود، در ذات خود ارزش داره نزد الله متعال. باید رجوع شوه، باید توبه شوه. و خداوند گفته که قل به بندگان ما بگو، به کدام بندگان؟ الذین اسرفوا علا انفسهم، کسایی که خیلی خطا کردن و خیلی اشتباه کردن، باز اونها ای تو احساس میکنه که شاید توبه ما را خدا قبول خواهد کرد یا نخواهد کرد. الله میگه که خداوند کل گناه ها را میبخشه، کل گناه ها را. باید امید داشته باشیم نسبت به درگاه الله متعال. و هیچگاه امی که ما گناه را میکنیم، امام ابن قیم جوزی رحمه الله میفرماید که تأخیر در توبه خود یک گناه دیگری هست. باید تأخیر نکنیم. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشید جناب سید صاحب محترم، از اینکه به برنامه آمدید. بخیر باشین، سلامت باشین. ای بود داشته های ما در این برنامه. تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خداوند یکتا و یگانه می سپاریم. الله یار و نگهدارتون.